وای وای عجب ترافیکی، امیدوارم دیر نرسیم که خیلی زشته. دامادی که 15 سال عروسی کردنش دیر شده، بذار 15 دقیقه خواستگاری رفتنش دیر شه. آسمون که به زمین نمیاد، شما خون خودت کثیف نکن. در میزنم ببین کیه. من خونه است که در میزنم. بله آقا، سیگار بدم تیر بهمنی بدم؟ نه عمو، ما تو این ماشین شکر خدا سیگاری نداریم، برو پیکارت. آه حرف نزن تو هم، اعصاب آدم رو داغون میکنن. تو خیلی حرف میزنی. نکن آقا نکن، با تو هم آقا داشت شیشه رو کسیم نکن. مگه به خرجش میده؟ آقا جان نکن، شیشه رو کسیم نکن، نمیخواد تمیز کنی. هر کی میرسه یه خراشی به اعصاب آدم میده. ببین شیشه رو چی کار کرد؟ حالا شما خلق خودتو تنگ نکن و خلق ما رو بلوک جا. کثیف کرد شیشه رو، رفت به کارش. حالا شیشه کثیف شده، خونی شما که نباید کثیف بشه جان من. باد کنک، باد کنک. وا زهره تو مدام آوردی؟ حالا تو این چراغ سبز بشه آدم دوچار پیری زود رست میشه. باد کنک بدم؟ آخه ما بچه داریم که باد کنک بخوای؟ برو بیکارید. دونه چند باد کنکی؟ 20 تومن یک کلام. واس چی میپرسی آخه؟ همینطوری برای مقایسه نرخ تورم با زمان بچگی هستن. دیر شد، تازه کنم باید بگیریم. بها گفتی چند سالشه بلوک؟ چند دفعه میپرسی مامان چون قربونت برم. حدود اثر جهت مناسبه، اثر جان حتما میپسنده. اثر جان کاره ای نیست، مادر اثر جان باید بپسنده. باز تو شروع کردی؟ پسر دست گلمو که نمیشه چشم بسته حروم کنم. اسفند دود کنم براتون. آره آره بیامو بیا یه خورده واسه این شاخ شمشاد دود کن، چش نخوره یه وقت. شش واه 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 واه، این چه اسفندیه، بو جمع میده. اوف پس چی خانوم، خواستی کندور مثقال 300 تومن براتون دود کنم؟ بیا بیگی برو بارکلا. نه بابا، آدم پشت چراغ قرمز به معلوماتش اضافه میشه. تمس شد، برو برو. شما درد نکنه، شما خودتون گل هستین، چرا دیگه زحمت کشیدی؟ اختیار دارین خانم، قابل شما رو نداره. خواهش به هر حال مشرف فرمودید. واقعا خوشحال شدم از زیارت شما. به خصوص که بعد از مدت‌ها آقای بلوکباشی کم لطف و زیارت کردی. واقعا شرمنده‌ام آقای مشتاق.
باور بفرمایید کار شرکت بد جوری گرفتارم کرد. جناب مشتاقی شما به بزرگواری خودتون ببخشید. داماد بنده مثل خیلی های دیگه پشت کرده به دنیا و قربون رو به اسکناس. بفرمایید دهنتون شیرین کنید. زهری جون الان چای میاره خدمت. خواهش شما در نکنه. بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید. دست شما در نکنه خانم. خانم بفرمایید. نوق بخوریم یا خجالت؟ خواهش میکنم. بفرمایید. ببخشید. واقعا ببخشید. اشکالی نداره. شیرین باجی کجان؟ تشریف ندارن؟ چرا؟ دارم روزو میکنم. الان میام خدمت. ایشون اعتقاد محکمی دارن. همیشه باید وضو داشته باشن. خوشا به سعادتشون. ایشون مادر شما هستن؟ نخیر خانم. نخیر، مادر بنده هستن. مادر خانم خیلی وقته که به رحمت خدا رفتن. خدا رحمت شد. خدا بیامرزش. خدا رفتگان شما رو بیاورد. چه خبره اونجا؟ مگه مجلس ختمه؟ هنوز کار به عروسی نکشیده کدوم بدبختی رو به قبله کردید؟ سلام علیکم. سلام خدا. سلام علیکم. بفرمایید اینجا سر جای خود. بفرمایید شما. من تا بخوام بشینم و یه ماه رمزون طول میکشه. شما بفرمایید. به 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 به. خوش آمدین صفا آوردین. چه عجب. بفرمایید خواهش میکنم. حالا دلتون میخواد وایسین خب وایسین دیگه ولی من میشینم. بفرمایید. یالله قربون قدم شما. خوش آمدین صفا آوردین. واقعا که منزل ما رو روشن کردین. اینم شیرین باجی خانم والده آقای مشتاقی که ذکر خیرشون بود. خیلی خوش. حال شما خوبه خانم بزرگ؟ الحمدلله مادر بد نیستم. ببینم تحصیلی اگه منو معرفی نکنی با عروس عوضی بگیرن؟ نه تحصیل عروس دیگه به زوار در رفتگی من نیست. خیلی داری خانم بزرگ. شیرین باجی ماشاءالله نزدیک 90 سالشون ده. اما باور کنید از 100 تا جوون دل زنده ترن. انشالله 150 سالگیشون هم ببینی. نه ماشاءالله هزار ماشاءالله تا الان که خوب موندی. ایشالله تا اون وقتم زنده میمونی یا میبینیش رو. خان جان. جان جان. قرار نشد به این زودی سر شوخی رو واکنینا. ممکنه بهشون بر بخوره. نه مادر از حرف من کسی بشن. اختیار داریم قربان. ما که از همین برخورد اول والا پاک شیفته خانم بزرگ شدیم. خب آقای شیفته. بفرمایی ببینم. خواستگار شماییم یا ایشون؟ نخیر، بنده یه دفعه رفتم خواستگاری و عاقبت به خیر شدم. بسمه، خواستگار ایشونم. بله. بابا این که خیلی بچه هست. سن و سال نداره. به نظر آلبالو که گل بکنه چادر پار میکنه. خب، مادر چند سال از خدا عمر گرفتی؟ از سال دیگه گذشته خانم بزرگ داره میرسه به نیم قرن. عین خیالت نباشه. مرغ ما همچی جوجه نیستش. ای بابا. خواستگاری هم بود. خواستگاری های قدیم. پدر مادرها معقول تبلیغاتی میکردن، رجزی میخوندن، از بچه هاشون تعریف میکردن. چی رو تعریف میکردن؟ مگه دکون بقالیه؟ اصلا پدر مادر چه کاره هستن؟ اصل عروس و داماد که باید همدیگه رو ببینن و بپسندن. اونم که الحمدلله داماد ندیده پسندیده. تو رو خدا از شوخی های خانم بزرگ ناراحت نشی. نبی خدا خیلی بامزه. بله مادر من خیلی بامزه است. آخه میدونی شما به جای اولادای من هستین. اگه وقتی من نتونم سر به سر عروسم بذارم خب به این اون بند میکنم دیگه. خوش همه مادر شوهرها مثل شما بودن خانم. مادر شوهر جون به جونش کنی بازم همون مادر شوهره. اگه این پنج انگشتشو عسل بکنه تو دهن عروس بکنه بازم میگن مادر شوهر. آره والا این... خانم همینطور اینجور نیست عروس راست چون والا خانم بزرگ اختیار سر مارم دارن. من الان 40 سالی که عروسشون هستم. جز محبت و خوبی ازشون این چیدن. خب حالا مادر عروس پس چایید کو عروس رفته گل بچینه. الان صداش میکنه. ده بوده صداش کن دیگه. اما بازم صبر اومد. بی وقتی
مادر زن اینقدر ناشی با خدا نوبره. دست خودم نیست به خدا. عیب نداره خانم، حالا عجله نیست. بفرمایید بشینین سر فرصت. بله. حالا تا جختش بیاد شاد اومد. یه اختلاطی بکن که مادر زن صدا تو بشنوه. فکر نکن که خروسک داری. چی بگم خانم بزرگ؟ چی بگی؟ قصه حسین کرد شبستری. نکنه که حول زن گرفتن ورد داشته. نه ترس، چیزی نیست، چیزی نیست. چرا تا حالا زن نگرفتی؟ چه عرض کنم؟ حتما لای اون شاخ ماخه ها گیر کرده بودی، کسی ندیده که بچینده. نه خانم بزرگ، یه باغبون با چماق بال سرش بوده. آها که اینطور. خب چطور یه دفعه به صرافت زن گرفتن افتادی؟ چه عرض کنم، برای این که ازدواج کرده باشم دیگه. بابا این پسر شما برتر از من خیلی عتیقه هست. نه دختر ما هم همچین آش دهنسوزی نیست. ایوا خان جون، ایوا نداره. خب بذار راستو چه بگم، دختر میمونه تو خونه، ای میگی نگو نگو. والا خب ببینم کسب و کار چیه. با اجازتون سلمونی دارم. بچه هم آرایشگاه داره خانم بزرگ. خب مال خودمونه. آها. درآمدش هم ماشاءالله ماشاءالله همچی خیلی خوبه. به به حتما چای دارچین هم داری که ما مشتریت بشیم. یه دو کولی هم میده. کولی حالا از این به بعده، عقبه داره. خب با قول قدیمی ها مادر دوماد همیشه میگفتن مادر دوماد همبونه باد. مادر عروس بشین و بسوز. حالا بگونم مادر دوماد، یه دختر داشتی که غالب کردی به قوم پیش ما، خدا حفظش کنه. قبل از اینکه ما دخترمونو به شماها غالب کنیم، بگو ببینم پی عروس به تنت مالیده شده یا نه. بله خانم بزرگ، یه پسر دیگه هم دارم که ازدواج کرده. خب الحمدلله مادر شوهر شده. بله منتها مادر شوهر کنترل از راه دور، حق چیزایی نشنیده. خانم بزرگ، یوسف خان پسر بزرگشون مدت هاست با خانواده خارج از کشور زندگی میکنه. بله بله. عروس پسره رو برداشت دیمورو که رفتی. اه اه اه. بله وفای اولاد مادر، وفای اولاد. خدا بله. به سرشون میاد. نه به سرشون خدا میاد. این یکی چی؟ عشق فرنگ رفتن نداره؟ والا بنده اطلاعی نداره و پدرش رو بپرسی. این الحمدلله از شابدلازی اون ورتر رو نمیشنسه خانم بزرگ. آخیر دل مادر، دل آدمیزاد باید پاک باشه. دل ناپاک و هر جای دنیا که ببری یا مثل عقرب با تو آخرم نیشت میزنه. خب پس کو دختره کو؟ چطور شد؟ بابا این داماد اگه صبر ایوب هم داشت تموم شده بود دیگه. بگو بیاد. کو خان جان چایی حاضره. خب پس کو صبر اومد گفتم. این حرفا چی صبر اومد گفتم؟ در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. زهره صدام گرفت ننه، بیا دیگه. همه رو منتظر گشته. باش خودت تکم بکن. سلام. سلام. یا الله. سلام. زهر خانوم دختر بنده است. بله. خوشحالم. بفرمایید بابا جان. بفرمایید. آقا جون بفرمایید. نه عزیزم. بفرمایید. دست شما. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. بفرمایید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. بفرمایید. متشکرم خانم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. بفرمایید. عادت درست برد بچه. دست رو بیه پایین ننه. دست رو بیه پایین. ممنونم. خواهش میکنم.
بفرمایید. به به بوی عطر چای خورد به. معلومه که این دیگه چاییش دختر نشون. بله خیلی خوشنگه. چاییش به به. بفرمایید. عجب جوشی. مرگون تو دختر. آقا جون چایی رو با شیرینی خودمون بخوریم. ای مادر با نمک من بخور. همیشه که با شیرینی نمیشه بخوریم. ای زهره خانم کجا؟ تشریف داشته باشین، در خدمت باشیم یکم. مادر که صندلی بیار پلمه بشیم. چشم. ماشالله خب اینم دختر ما که به کس کسونش ندادیم، به همه کسونش ندادیم، موند رو دستم. خانم بزرگ شکست نفسی میکنن. ماشالله زهره خانم که هیچی کم نداره. خلاصه دختر ما اینه. حالا حرفاتونو زودتر تموم بکنین، من کار دارم میخوام برم. خان جان. جان اجازه بفرمایید صحبت مقدماتی بشه بعد. پس تا حالا دو ساعته داریم حرف میزنیم جز به حساب نیست؟ اجازه بفرمایید دهنی تازه کنن، میوه شیرینی بخورن بعد. بسیار خوب زهره جون، بلند شو مادر شیرینی تعارف کن. بلند شو. چشم. شیرینی بیار با چایشو میل کنن. باید بیا مادر، این جخت بود. بیا شیرینی خوردن که دیگه صبر جخت نداره. اون وقت میگن قدیمی ها خرافاتی هم. نپره گلود نمی. خواهش میکنم. دست شما دارم. خواهش میکنم. بفرمایید. دست شما درد نکنم. خیلی ممنون. خواهش بفرمایید. دست شما درد نکنم. خواهش بفرمایید. ببین هم این شیرینی ها رو خودت درست کردی دخترم؟ نخه. نه مادر شوهر جان، این شیرینی ها مال شیرینی فروشی سر کوچه خودمونه. بذار خیالت رو راحت بکنم، این دختره رو اگه به چلونیش یه آبگوشت واسه بار بکنم. ایوه خانم جان. چرا اگه سر حال باشه یه همچی شیرتک جاروی میزنه، خیاطی هم همچی بفهمی نفهمی بحث نیست. نه بابا، حالا اگر تعارف نباشه و تعریف از خودمون نباشه، زهره جون ماشالله ماشالله همه جور غذای بلده بپزه. برای خودش کدبانویه. بله دیپلم ماشین نویسی هم داره. خانم من اصلا منظورم به این حرفا نبود که، همین جوری پرسیدم. من اگه شیر جای شما بودم میپردم یه ماچش میکردم، نفسشم بو میکردم. وای خانم بزرگ، شما رو به خدایی چه حرفی میزنین. دختر ماشالله ماشالله به این گلی. خب تا حالا اینا که شوخی بود مادر، اصل محبتی که زن و شوهر باید نسبت به هم داشته باشن، وگرنه آب و گل و اینا مال دنیا باد هواست. امروز هست فردا نیست. خدا رحمت کنه خانعلی رو. 50 سال با هم زندگی کردیم، از گل بالاتر به هم دیگه نگفت. خدا بیاموزه. خدا رفتگون شما رو بیاموزه. خدا بیاموزه. خب حالا پاشین شما دوتا برین اون اتاق، با هم گل بگین، گل بشنوین، همدیگر خوب ببینین تا ببینیم خدا چی میخواد. چرا نشستین ما نگاه میکنیم؟ بلنش نترس، خدا راضیه مادر. بلنش اصلا پاش ایبا پاشو دیگه شاقا جان. بله خجالت نداری که به سلامتی همیتونو دست کنیم. الحمدلله الهی شکر این یکی
یکی دیگه صبر و جنبش با هم بله بله عرض کردم بله هوا دیگه حسابی داره سرد میشه بله پاییزه دیگه شما از چه فصلی خوشتون میاد؟ بله منظورم اینه که تو چه فصلی احساس آرامش میکنی؟ تو همین پاییز منم همینطور پاییزو خیلی دوست دارم مخصوصا رنگ برگا رو قرمز و زرد و نارنجی خیلی قشنگه بله پاییز قشنگه رویاییه رنگای پاییزم خیلی قشنگه. شما چه رنگی رو ترجیح میدی؟ من سبز. عجیبه. خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ اگر شما رنگ سبز رو دوست دارین، پس چطور از فصل پاییز خوشتون میاد؟ بخشت نمیفهمم. آدمایی که رنگ سبز رو دوست دارن معمولا از فصل بهار خوششون میاد نه پاییز بله شاید نمیدونم والله شما مطمئن هستین که حرف دلتون رو زدی؟ بله البته من هم از رنگ سبز خوشم میاد هم از فصل پاییز خوشم میاد اشکالی داره؟ میمون بله میمون با کی هستی شما؟ شما متولد سال میمون هستید 1323 من خیر پس خروسید ببخشید ممکنه واضح تر توضیح بدین؟ مگه شما مطالعه نمی کنید؟ من چرا خیلی به مطالعه علاقه مندم چی هم چونگ و ستاره ها رو خوندین؟ چی؟ اصلا به ستاره ها اعتقاد دارید؟ ببینید من راجع به ستاره ها و خروس و میمون هیچی نمیدونم راستش من اینو میدونم که اسمم اسد خمارلوه 45 سالمه یه مغازه سلمونی دارم البته مال خودم نیست مال پدرمه با پدر مادرم یک جا زندگی میکنیم تو یک خونه زندگی میکنیم آدم پرتوقعی هم نیستم تو زندگی مشترکم توقع صداقت و یک رنگی دارم همین حالا خواهش میکنم شما بفرمید تا وقتی کسی پا رو دومم نذاره با همه جور زندگی میسازم دوم؟ آخه من موشم موش؟ متولد سال موش کتابشو میدم بخونی تمام خصوصیات اخلاقی منو گفته نور به قبرش بباره 50 سال با خانلی به خوبی زندگی کرد روز اول گفتن چیزی نداره مرحوم پدرم گفتند یبنهم الله من فضله خداوند از فضل خودش اونو مستغنی میکنه حتما بعدش ثروتمند شد خانم بزرگ نه مادر مستغنی یعنی کسی که به مال دنیا نیاز نداره اون کسی که عقب مال دنیا میدوه نیازمند و جداست الحمدلله که ما با آبرو زندگی کنیم لا اله الا الله خدا به سر شاهده این عطسه وامونده دست خودم نیست
یه وقت سوء تفاهم نشه. چه حرفی خانم؟ شاید به یه چیزی حساسیت داری. نمیدونم، خودم هم موندم. یعنی سابقه نداشتی؟ نه، همین غروبی اینطور شدم وقتی که شما تشریف آوردی. هنوز هیچی نشده، به فامیل داماد حساسیت پیدا کردی؟ خدا مرگم بده خانم. نه به خدا، نه اینطور نیست. نکنه مال این گلاست؟ نمیدونم. بله ممکنه مال گلا باشه. اگه مال گلاست چرا پس ما عطسه نمی کنیم؟ حالا امتحانش که ضرر نداره خانم. میشه خواهش کنم این گلا رو بذاریم بیرون؟ آخه باعث خجالته. نه خانم اشکالی نداره. بله اشکالی نداره. پاشو مادرین دوتا کفترها رو صدا کن، بگو دیگه بق بق و چاقان پاقان بسه، بیا ببینیم حرف حسابتون چیه. باشو بسه دیگه. به به، یکی جشن سازیم که از چرخ و ماه ستاره ببارد بر این جشنگاه. کوک فردوسی آقا جونم میزون شد. تو رو خدا صحبت فردوسی رو نکنه، الان دوباره دعوا. آخ راست گفتی. همدیگر که خوب دیدین، حرفاتونم که خوب به هم زدین، حالا بهتره یه چند روزی بیرین خوب فکر کنین. این تلفن مادر مال یه همچین وقت هاست که چشم تو چشم نباشه راحت حرفاتونو بزنین، آره یا نه. فقط از من گیس سفید به شماهای نصیحت به شما میگم پدر مادرها، ازدواج امر مهمیه، بی خودی سر راه جووناتون سنگ اندازی نکن، ایرادای بی جام نگیرین، قربونش بدم از فاطمه زهرا درس بگیرین. بیشتر من به پسر و عروسم میگم ها، نکنه من برم توی گور و هزله رفتن این دختره رو نبینه. خدا نکنه. خدا نکنه خانم بزرگ. این حرفا چیه مادر؟ مرگ از موجه چشم آدم نزدیکتره. حالا اگه مثل من جوون جاهل 100 ساله باشه که بالش زیر سره. حالا هر کاری میخواین بکنین زودتر بکنین، که من تا زنده میخوام عروسی نوه‌مو ببینم. انشاءالله. چرا مثل مجسمه نشستی مادر؟ بلند شو، بلند شو، شیرینی تعارف کن، بلند شو. میخوای اینجوری بکنی مادر شوهرتو بدوزی؟ زن گل، چه حلاوتی، چه تراوتی، چه نفس حق داشت. رفتیم خواستگاری برای داداشمون، بابامون گرفتار شد. نظرت چیه مادر؟ واقعا خیلی نورانی. دختره؟ نه، مادر بزرگشو میکرد. حواست کجاست؟ همین حالا باید بگم؟ نه چه عجله یه، هنوز 45 سال دیگه وقت داری که سر فرصت فکراتو بکنی. عجله کار شیطونه. ولی من که خوشم اومد، دختر خوبی بود. نه به دل منم نشست، الحق و الانصاف، هم خودش خوب بود هم فک فامیلیش. به به، مبارکه، بوق بزن بلوک. چرا شال میزنی؟ پیچ خورده. خب یه خود پماد بزن خوب میشه. مواظب باش بیدار نشی. آخش بیدار نمیشه تا صبح. بچه هم گشنه هم خوابید؟ نه خونه اماش غذا خورد. به روشو خوب بپوشون بلو. باش. بفرمایی. چرا زحمت میکشی مادر؟ چه زحمتی ماما جون؟
دست درد نکنه. خب بالاخره نگفتی اسد. نمیدونم والا، اگه مادر واقعا پسندیده نظر من... مادر محترم، خودت چه میگی؟ نه مردی هنوز بزن کودکی، روا باشد از شیر مادر مکی. بله حتما من باید بگم. نه منم میتونم سر سفره اقضای تو بگم. دی بچه جون یه کلمه بگو آره یا نه راحتمون کو. اه اه اه. من باید با مادر حرف بزنم. چه حرفی مادر؟ میخوام باهاتون جدی حرف بزنم. خب بگو. شما واقعا دلتون میخواد من ازدواج کنم؟ واه این چه حرفی؟ خب معلومه از خدامه. اومده من فردا سرم گذاشتم زمین. کی میخواد تو رو ترخوش کنه؟ کی میخواد از تو نگهداری کنه؟ چه حرفیه مادر؟ مگه آدم زن میگیره برای این کارا؟ حالا هرچی، من آرزومه که تو زودتر سر سامون بگیری. منتهاش باید خودمم بپسندمش. بالاخره تو دست هر کیو بگیری باید بیاری تو این خونه. تو این خونه؟ حالا هر جا. نمیخوام مثل یوسف همچی بری که انگار از اول نبودی. حالا مادر شما مطمئنی که دختر آقای مشتاقی همونیه که دنبالش بودی؟ آره مادر، خیلی به دلم نشست، مخصوصا که فامیل بلوکه. من که از دامادم جز خوبی هیچ چیزی دیگه ندیدم. خوشا به سعادتت بلو. تو تنها دامادی هست که مادر زن اینقدر دوستش داره. مادر به من لطف داره. مادر زن همیشه دامادشو دوست داره. بله. عزیز خدا بیامرز من شما رو دوست نداشت. مگه مادر من خدا بیامرز با شما بد بود؟ خب من خوب بودم که مادر شما خوب بود. خب بله شما عروس خوبی بودی، اما خب اونم مادر شوهر خوبی بود. اگه اون مادر شوهر خوبی نبود با شما بد تا میکرد، شما هم دوستش داشتی؟ خب نداشته دیگه. مادر شوهر را همیشه عروسشو دوست داره. عروسه که چشم دیدن مادر شوهر رو نداره. یعنی شما که عروس مادر من بودی چشم نداشتی اون مرحوم رو ببینی؟ من کی هم چه حرفی زدم؟ تو رو خدا ببین چجوری حرف تو دهن آدم میذارم. نه خانم کوچیک، خانم شما فراموش کردی که هر عروسی یه روز خودش مادر شوهر میشه. آره بابا جان. خوشا به سعادت اون عروسی که هیچ وقت مادر شوهر نشه. کاش این اسد و یوسف منم دختر بودن والا. خانم این چه حرفیه میزنی؟ این اسد آقا حالا که پسره رو دستمون مونده، ما باید چهار تا مرتبون بگیریم ترشیش بندازیم. وای به وقتی که دختر بود. شاعر میگه چرا بزایم پسری، جامو بندازن پشت دری، روم بکشن پالون خری، آخرش بگن هیلگری جادوگری. چرا نزایم دختری، جامو بندازن تو پندری، روم بکشن لاف زری، چه قیمه ها و چه قرمه ها. کی اومده مادر زن؟ لقمه بزن مادر زن. رهبه احسن، این اشعار نغز از کی بود شما ترنم فرمودید خانم؟ چه میدونم، میخوای چی کار؟ میخوام ببینم شما به عاطفه یاد دادین انقدر دختر بزار. من دختر چه عیبی داره؟ هیچی. حالا داماد طرفی نداری، شما حرف داری؟ من که باور کنید دلم میخواد سومی هم دختر بزار. نفرما، اون وقت میگی چرا دامادتو دوست داری؟ خانمی از ترسش میگه، این میترسه این سومی هم دختر از آب در بیاد، اینی که دست پیشو میگیره که پس نیفته. باور کنید آقا جون از صمیم قلب میگم. معلوم آقا معلوم. دختر خیلی خوبه. خیلی خوبه. خب اصلا بالاخره چی شد؟ چی شد؟ ای بابا خواب بودی خیر باشه، خواستگاریو میگم دیگه. خب من باید فکر کنم. بالاخره من مطمئنم که تو مثل برادرت سر خود زن میگیری. آخه مادر جون ما که جواب اونا رو نمیدونیم، شاید اونا منو نپسندیدن. با مگه تو چته؟ دلشون بخواد. من همین فردا باهاشون تماس میگیرم. نه 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 صبر کن، بذار خودشون تماس بگیرن.
عزیزه پیمه کنه؟ بله تقریبا الان تموم میشه. میگه چی میگه؟ کارت بکن. هشت عمودی میگه از آثار تاریخی اصفهان. مسجد جامع. آفرین. مسجد جامع. من نمیدونم اگه این آقای جعفری نبود این جدول شما چجوری حل میشد. حالا نمیخوام اجر کار آقای جعفری رو از بین ببرم. ولی اون آسونا رو تا دهن من وا میشه میگه سختا و مشکلاش میفته به من. ناراحت نشی. ناصر خان مزاح میکنن. حقون بفرمایید مسجد جامع. مسجد این که حرف سومش لامه. جده؟ لام در اومده دیگه. آها آه اینا. خراب کردی آقا جعفری. شاید مقصود امارت عالی قاپوه. آفری احسن درسته. شما واردی یا؟ متشکرم. آلی خراب شد که عالی قاپو در نمیاد. یه حرف زیادی میاره. عجب. اصلا هر وقت دیگران دخالت کردن جدول خراب شد. اینقدرم بدن میاد جدول خط خودی پیدا کنه. اینکار چوب هم میزنن. آقا اصد پاکون داری؟ نه بالا. پاکون؟ من دارم. اتفاقا تو جیبم دارم. شانسو میبینی؟ همین امروز خریدم. آها. از تعاونیه ادارمون. خب. برای بچه ها. بفرمایید. اینم پاکن فرد اعلا. خدا پدر این تعاونی ها رو بیامرزه. اگه این تعاونی نبود کار همه مردم رحم بود. بله. از شما درد نکنه. خواهش میکنم. کجا بودیم؟ آثار تاریخی اصفهان. تاریخی اصفهان. مسجد جامع که نبود. آری قاپو هم که نیست. بله. منار جنبون هم که حرف سومش لام نیست. پس چیه؟ چهل ستون نیست؟ باری کلا آفرین مرحبا خودش چهل ستون چی آقا اسد؟ بفرمایید چهل ستون زاده. خوشمزه نونور تلفون های تلفون زاده. بوده ستون زاده. خیلی متشکرم. بله بله خودم. سلام علیکم آرزو. از شما در چطوری؟ متشکرم. یارو با خب آقا قابل نداره. خواهش میکنم. مهمون من باشی. نه بابا مرسی. نشو تشکر لطفتون. خب بخیر. ببین اون گاوداریه چی شد؟ مشتری من پاش خوابیده. آیا گاوداری با اون بوبرنگ که داری خوابیده؟ گاو بابا سش داره خوندم. ببین آدرس چه بده؟ چیز عجیبیه. کرج؟ یعنی چی؟ چی شده؟ پولام نیست. کجا بود؟ همین که تو جیب بغل کتم. بازم بگردی؟ گشتم آقا نیست. 10,000 تومان پول بود. بلدم. شاید تو جیب شلوارتونه. نه آقا این 400-500 تومان پول دم دستیم بوده. 10,000 تومان پول تو جیب بغلم گذاشتم از بانک گرفتم گذاشتم اینجا. حالا نیست. شما مطمئنی وقتی اومدی اینجا تو جیبتون بود؟ بله آقا بچه که نیستم از بانک گرفتم همش هم اسکناس 100 تومانی بود. گذاشتم تو جیب بغلم. لعنت بر دل سیاه شیطون. میگم شاید دادیم به کسی یادتون رفته. نه آقا من حساب پولامو خوب دارم. فراموشی که ندارم که. گاهی وقتا پیش میاد آدم یه کاری میکنه و فراموش میکنه. نه خیر آقا غیر ممکنه. من اتفاقا حافظه خیلی خوبی دارم. تو مدرسه که بودن تمام نمراتم 20 میشد. حتی تاریخ و جغرافی من قشنگ یادمه که گشتم تو جیب بغلم. حالا نیست. من رفتم. جون من کسی زنگ زد یادداشت کن. آقا معذرت میخوام. این شما باید اینجا تشریف داشته باشید. این حرکات یعنی چی؟ یعنی اینکه تا تکلیف این پول معلوم نشه کسی حق نداره از این در بره بیرون. کدام پول؟ دستو بکش. رفتار شما اصلا درست نیست آقای محترم. من که معذرت خواهی کردم. قصد اهانتم به هیچ کدوم از این آقایون ندارم. اما خب کتم اینجا آویزون بوده. خب منظور؟ منظوری که باید پولم پیدا بشه. من با 10,000 تومان پول اومدم اینجا. یعنی من برداشتم؟ مرد حسابی من با 2 تا تلفن 10 تا از این 10,000 تومانا کاسبم. چی خیال کردی؟ ناصر خان. نه آخه پولشو به رخ من میکشه.
همچین میگه 10,000 تومن اینه اون که 10,000,000 تومن پول بوده. بالا برین پایین بیاین، من باید همه تون رو بگردم. کی میخوای منو بگردی؟ گنده ترستا رو میخرم آزاد میکنم. ناصر خان خودش کنترل کن. بیا بیا همه ایش صدیه، فکر کنم مال شماست. بیا بردار، تعارف نکن، فکر کنم اینا مال شماست. بیا همه ایش صدیه. بیا جون من. اینا چی؟ اینا مال شما نیست؟ اینا چی؟ بیا بردار، خجالت نکش. واقعا شرمندم، خیلی معذرت بخوام، من اصلا قصد اهانتی به شما را نداشتم. شما از اولم قیافتون نشون میداد که شخص بسیار محترمی هستین. من یه محترم هم فهمیدی. بالا بری پایین بیاین، باید بگردم اتون. عوضی آقا با دارم 10,000 تومانی بابنده هستی پشه بیرین جلو، تشریف بیاری بگردی. من اهانت نمی کنم آقا. نه بالاخره شما هم باید خیالتون راحت باشه. این از محتویات جیب بنده. ناخونگیر، دست کلید، این یه مش اسکناس و اینم چند تا سفته و چکه که برگشتی و با خواستی، اینم دست چک خود بنده است. اینم از خود بنده. حله؟ بله میبخشید، شما میتونید تشریف ببرید. خیلی ممنونم که اجازه مرخصی فرمودی، اما بنده یه عادت بدی دارم، تا جدولمو هر شب همینجا حل نکنم پامو از این در بیرون نمیذارم. حالا با اجازه این داره برمیگردونم سر جاش. خب، آقای جعفری کجا بودیم؟ 11 حالا جوری. تنها کسی که رفتم جالباسی اون آقا بود. باشه درو. بله. تنها کسی که رفتم جالباسی اون آقا بود. من رفتم از جیب کتم پاکو برداشتم. راحت نشید آقای جعفری. بفرمایید بیرون آقا. اگه شکایتی هم دارید با مأمور تشریف بیارید. من تو پولام پیدا نشه پامو از این در بیرون نمیذارم. عجب حکایتی ها. آقای جعفری بریز بیرون جیب تو. آخه آقای سودوس هستی. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. بریز بیرون. آخه من از شما خواهش میکنم. باشه روی شما رو زمین نمیندازم. بفرمایید. این دو تا مداد و اینم بلیط اتوبوس و اینم حالا تراشو پاک کن و اینم یه دفترچه و اینم 20 تومن پول. جیبای شلوارو. ای به چشم، آن را که حساب پاک است ته جیبش هم پاک پاک است. بفرمایید. اگه بخوای منو مغازه‌ام میتونیم بگردین رو دروسی نکنین ها. نه خیر آقا، اصلا از خیرش گذشتم. واقعا چه آدمایی پیدا میشن. آقا جعفری 10,000 تومانی رو جمع کن که نفله میشه. واقعا آقا من میذارم برای نوبت. آقای محترم، آقای محترم تشریف بیاری. تشریف بیارین شما. ولی مثل اینکه یه چیزی جا گذاشتی. بارونی مو جا گذاشته بودم. مطمئن اون چیزی که جا نذاشتی؟ نه خیر آقا. آقا محترم. آقا 10,000 تومانی. آقا حافظ قوی. آقای نمره 20. تشریف بیارین. پس این کیف مال کیه؟